سلام و وقتتان بخیر بیننده های عزیز به نخستین برنامه دیدگاه شما خوش آمدید فقط پنج روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است انتخاباتی که سرفصل تغییر در کشور خوانده می شود کارزارهای این دور از انتخابات زیر سایه بحث های سال با کمرنگی آغاز شد و همین طور رو به اتمام است اما آنچه که مهم از در این کارزارها چگونگی تعریف جایگاه زنان در تکت های انتخاباتی است احیای واقعی جایگاه زنان در کجای برنامه های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد رأی زنان به عنوان رأی دهنده یا به نقش رأی دهنده در انتخابات های اغلب مردانه کشور تا چی اندازه میتواند که تأثیر گذار باشد مهمان من در این برنامه جناب آقای عبدالحکیم تورسن یک تن از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در کشور روی از این مسائل صحبت میکند بیننده های عزیز قابل تذکر است که شما نیز میتوانید در برای این برنامه به صورت زنده و مستقیم تماس بگیرید دیدگاه و پرسش هایتان را از مهمان ما و در رابطه به موضوعات برنامه از طریق شماره 7779 127 127 داشته باشین سلام و وقتان و خیر آقای تورسان تشکر من هر سلام خدمت شما و کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی ممنون ممنونتان آقای تورسان من میخوام بحث نخواست با این پرسش آغاز کنیم که واقعا آقا آقای تورسن چی نیاز من دیدید که خودش کاندیدا بکنه وارد پیکارهای انتخاباتی بکنه و در صورت پیروزیش بخواهی که حکومت افغانستان به دست بگیره ببینن هر انسان که درد و رنج و غم و هندو ناهمنی بیادالتی قانون شکنی میبینه همو وجدانا تکان میتقوده و تکان میخوره که باید بر بهبود رای حل ها و ترها و برنامه داشته باشه و بتانه مردم افغانستان از این بحران که دامنگیرشان هست در ابعاد مختلف بر رای حلش تلاش بکنه چون این بیهدالتی، قانون شکنی، جنگ، ناهمنی و تجاوز به مال مردم به زمین مردم به حزت و شرف مردم کشتار جوانهای ما فریاد مادرهای ما فقان تفلا مروادار ساخت که تا خود کاندیدا بتون و دهی راستا بتانم از در خدمت برای کشور و نجات مردم افغانستان دقیقا. تلاش بکنم آن چیزی را که شما عنوان میکنه آقای توسن که چالش های بسیار فراگیر و گسترده در حکومت گذشته از جمله فقر، ناامنی، تهدیدات و خشونت و غیره مسائل بحران سبب شده که تا خودتان بیاین خودتان, خودتان را نامزد کنین حالا به خاطر کاهش از این شما چی برنامه دارین به خاطر ازی که بحران افغانستان شما در صورت پیروزی تان خاتمه بخشه خب در صورت نگوین ما 100 فیصد رئیس جمهور چون خدا با ما و مردم افغانستان و حمایت مردم افغانستان و د از ازی ببینه نیاز مبرم و حوالی مردم افغانستان سل و ثبات است در قدم اول ما بیشترین تلاش خود برای تامین سل و ثبات خرج دادم و د دا ازی تنها با طالب نیست که ما از طریق رسانه های مختلف گفتیم تعدیدات دیگه هم هست افراد اشخاص هستند که صلاح های غیر قانونی دارن و با حزت و شرف مردم افغانستان بازی میکنن مردم افغانستان تهدید میکنند به حساب دزدی و چور و چپاول اختطاف برام اندازن و همیانشان هم هست بعضی از رهبرا لیدرا و زرا و عراکین بلندپایی دولت که از حمایت میکنن هنا دست به چور و چپاول میزنند و کشور میبرند به طرف ناهمنی و هنا هم نمیخواین القهات به داخل حکومت حتی دولت مردای ما نمیخواین که در یک کشور سال و ثبات آرامش به به این نسبت است که در حولویت ما تامین صلح هست تا تماما بسترهای دیگه هموار شوه بر باسازی نوسازی زمینه کار بر مردم افغانستان و جلوگیری از فرار جلوگیری از بیادالتی قانون شکنی و همسال هم بله شما از بحث سال یادآوری کردین آقای تورسنی که اولویت مهمتان در سطر برنامه هایتان همچنان این موضوع موضوعی که خیلی سالهای زیاد است که مردم افغانستان میخوای که حالا داستان سال ختم شود و این مسئله با واقعیت مباده. در به خاطر تامین سوال راه کار روی دست دارین از کدام مجراها میتونیم کو وارد شویم و صلحه تامین در قدم اول خو همی ماشین جنگی یعنی طالب هایی که می جنگن که اکثریتش بنا به بی قانون شکنی تجاوز به عزت و حفتشان و تجاوز به زمین و مالشان یک تعدادشان سلا برداشتن علی همی نابکاره ها می جنگن که در این راستا مردم رندیده و دردیده ما هم قربانی میتن اینا را باید همراه از اینا کار صورت بگیرم من پشت سال به کشورها نمیگردم که برم در قدم اول همی ماشین جنگی یعنی طالب هایی که به داخل افغانستان میجنگن جنگن همراه از اینا صحبت های می داشته باشم چون هنا هم افغان ها هستن باید هنا به با پروسه سالها جلب شوند جذب شوند و زمینه برشان فراهم شود. تا بتانن در کنار مردم افغانستان در یک فضای هم و ثبات زندگی بکنن و نه ای که ما کشور به کشور برای تامین صلح و هزونا صلح را اصطلاح حامیانه گدایی بکنیم باید در بین مردم کار صورت بگیره و اصلا کسایی که می جنگند به داخل افغانستان هستند م در قدم اول پیش ما اولویت هنا بحث که خیلی مهم است آقای تورسان در این دور از انتخابات مسئله اقتضای زنان از کاندیدای ریاست جمهوری است که واقعا آنان چگونه میتونن که یک وضعیت بهتر را در خصوص زنان رقم بزنن زنان کشور مطالبات زیاده دارند مثلا آنان تا اکنون در شرایط فیلی قربانی های بیشتر دادن خوشنت های خیلی زیاد را اونا متحمل شدن در حکومت شما زنان چگونه خواهد بود ببینین ما همیشه گفتیم که در کشور ما دو قشر بیشترین حاسیبه میبینن یکی جوان از این کشور که از بیادالتی از بیکاری و رنج میبرن فرار میکنن به کشورهای مختلف که در مسیر راه کشته میشن یا در کشورها بدون سرنوشت باقی ماندن و باقی میمانند و یا در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت جان جانهای شیرین خود دست میتن اینا سیبه میبینند و دیگر زن چون زن مادر است زن خواهر است زن دختر است و زن همسر است پیش ما به حساب در حکومت ما زن جایگاه خاص خودت داره به این مفهوم زمانی که یک زن میتونه یک خانه را مدیریت بکنه و در از ازی یک فامیل هفتش نفره را مدیریت بکنه و اولاد سالم به یک کشور تقدیم بکنه و فیلسوف های جهان بزرگ های جهان قلم بدستان رؤس های جمهور و سایر سایرین اینا هم تربیه شده های زن است تربیه شده مادر است به زمانی که یک مادر و یا یک زن میتونه بیشترین به حساب نقشه در, در تماما حمور زندگی مردها داشته باشه اونا هم میتونن در حکومت هم جایگاه خاص خود داشته باشن و سهولت هم برای مردم فراهم بسازن به این مفهومه که زن پیشتر هم گفتم که مادر است، خواهر است، همسر است و دختر است. بنان دل دلسوز هستند، دلش بر مردمش، دلش بر اولادش، دلش بر برادرش، دلش بر هموطنش می سوزه. در حکومت ما جایگاه زن، جایگاه خاص خود بود، نه به شکل نمایشی، نه به شکل ازی که دل زنها خوش شو یکی دو وزارت برشان بتون. ما بارها گفتیم شاید که نصف از کابینه ما خانم ها باشه شاید یک تعداد والی های ما یک تعداد سوال های ما و بعض پست های دیگی خانم ها باشند که اوجا بتانند مزدر خدمت برای کشور بر مردم خود دلسوزانه و حاشقانه به مصابی یک زن که قلب بسیار مهربان و پاک دارن دلش برای کشورش و مردمش بیشتر فرم. می مزدر خدمت شن. با توجه به ببخشید یک مثال هم که در مزار شریف که بارها گفتم یک خانم است یک دختر جوان است که اونا ولسوال هستند هیچ ولسوال مرد نرفته در خط حوال جبهه جنگ ولی دختر خانم با شهامتی که داشته با دلسوزی که برای برادرای خود داشت که سرباز است یا افسر است و یا سایر هم وطنایشان است که درد میبینند رنج میبینند از جنگ او به خط مقدم جبهه رفته قابل تسهین است بله با توجه به اینکه آقای تورسن شما حالا یک ارزش خاص بر زنان کشور در بخش مختلف حالا در نظر دارین چرا فعلا یکی از معاونین تکت انتخاباتی یک زن نیست حضور نداره ببینین جانم ما هم هیر آرزو داشتم که نه تنها یک بلکه معاون و دوی ما خانم ها باشه متاسفانه در هیچ کشور هان قدر ظلم شده بالای زن هانقدر قدر و بی شده در مقابل زن که هیچ زن جرات از را پیدا نکرد که مستثنا از یکی دو تایی که در یکی دو تیم انتخاباتی هستند که بیاین در بین برادرای خود و یا معاونین یک و یا دو معاون شوند من نتونستم و مراجعه کردیم که شاید اکثرا صدای مرا که به کسایی که من مراجعه کردیم که از اونا تقاضا کردم حتی ما برایشان گفتم که بین ما شما را حمایت میکنیم به مسابه یک زن پیشگام شوید خود کاندیدا بتن به ریاست جمهوری بر ریاست جمهوری خود کاندیدا بتن من تا ماونتان میشم تا بتانیم که همی به حساب کسایی که شما را همیشه نادیده گرفته این سنت شکنی بکنیم این سنت ناپسنده بشکنانیم بگذار که جهان هم بفهمه که در افغانستان هم استعداد از ظرفیت از توانمندی از قوت است و نقش زن در افغانستان نادیده گرفته نشده نه ای که در طول 18 سال یا 25 سال که بعد از سال 71 نقش زن هستند نادیده گرفته شده و شکل سمبولیک بوده و شکل سمبولیک است خاص به خاطر از ای که بر جامعه جهانی وانمود بسازه که بیست و چند نفر ما وکیل داریم به ولسی و یکی دو خانم داریم به سنا و این یکی دو وزیر ما که این همش نمایشی بوده خب ولی ما تاسفانه ولی این ما قول میتون بره تماما زنان افغانستان که در طول پنج سال کارکردهای ریاست جمهوری ترسن ما تماما زمینه را فراهم خواد ساختم و هم برای مردهای افغانستان هم برای جهانیان که یک زن به مسابه یک مادر و دختر و خواهر و همسر میتونه برای نجات کشور بر آبادی با سازی نقش خود بازی بکنه دلسوزانه و آشقانه بر خد مزدر خدمت برای کشور نخستین شان. کارتان آقای تورسن در صورت پیروزی تان بر زنان کشور چی خواهد بود که شما از دریچه در تلویزیون زن امین اکنون در همین مصاحبه برشان یک نوید بته ببینید خب بازم میگم که نقش زن در قدم اول در ساختار حکومت خود گرفتنی هستم و میگیرم و در پالوی ازی همو هارزوهایی که هر زن داره که مانند مردها بتانند سهم بگیرند در آبادی عمران ترقی پیشرفت از کشور و کمبوتی هایی که وجود داره ای را به زمینه را برشان فراهم خواد ساختم زمینه تحصیل به داخل و خارج از افغانستان برشان فراهم خواد ساختم آزاتی های را که به حساب زنها در چارچوکات به حساب انانات و سنت پسندیدی افغانستان برشان فراهم خواد ساختم که تا نا هم حق دارن زمانی که یک مرد حق داره که زندگی آزاد داشته باشه و, و بخواه مطابق خواست خود زندگی بکنه مطابق بخواست خود خواه خانم بگیره و هی زمینه را هم برای خانم ها و دختر خانم ها باید مساعد شوه که تا مطابق خواست خود اما بر زندگی آینده خود فکر بکنه و بله. زندگی آینده خود بسازه اه ما آهسا نزدیک شده هستیم به انتخابات ریاست جمهوری آقای تورزن من میخوام بپرسم دقیقا که پیکارهای شما چطور پیش میرد در چی حالت قرار داره حمایت مردم با شما چیگونه است ببینه پیکارهای انتخاباتی ما که ما بارها گفتیم که ما به هیچ ولایت دفتر رسمی ندارم ولی یک در بعضی از ولایت ما مردم ما به حساب عاشقانه دفاتر خودشان باز کردن از مصارف خود و فعالیت دارن ولی ما یک چیز برای شما بگم که ما دفتر ندارم ایر اشتباه میکنم دگرها اگر پنج چهار دفتر دارن به ولایات ما به هزارها دفتر دارم یعنی قلب های زیبای مردم افغانستان است و خانه های مردم افغانستان است که به حساب دفاترم است چون در هر خانه و در هر هر هموطن ما صحبت میکنن و به حساب ما راضی هستم نهایت راضی هستم از مردم افغانستان و یک چیز هم برای خانم ها چون تلویزیون مربوط به زن از به ها میگم که بله. نقش اساسی را برای تعیین سرنوشت خودتان و تعیین سرنوشت برادر اولاد و شوهرتان داشته باشین سهم بگیرین فریب چهار تا دوز در آزن و باشه در مقابل 500 و یک هزار افغانی نخورین مسائل ملیت و مذهب و زبان کنار بگذارین فقط بر خود بیندشین بر اولاد خود بیندشین بر آینده خود بیندشین بر شوهر و برادرتان بیندشین تا کشور از ای افراد اشخاصی که با سرنوشتان بازی کرده همروز هزارها برادرتان هزارها به حساب اولادایتان و شوهرای شما فرار کردن رفتن یک میلیون دو هزار افغان ما در طول پنج سال حکومت وحدت ملی از ظلم و بیهدالتی و اه 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 روا داشتن بالای شما بالای مردم ما اولادایتان شوهرایتان و, اولادا شوهرا و برادرایتان فرار کردن. کردن به در کشورهای مختلف و یا به مسیر راهها کشته شدن و همچنان اولادای شما برادران و پدر شما به حساب در قوای مسئله که در حفاظت از ناموس و حاکمیت ملی و تمامیت ارزی کشور قرار دارن همه روز شهید میشن از بیپروایی از, از اینمی حکومت وحدت ملی است. بناهند بالاتر از این دیگه فریب نخورین بالاتر ازی به حساب حتی سر مسائل مادی هم فکر نکنید اما خون اولادتان و یا زندگی اولاد با زندگی اولادتان بازی نکنید در مقابل 500 یا در مقابل هزار افغانی که یک تعداد در قهات فروخته شده است که شما را فریب میتو و رایتان در مقابل یک هزار و 500 بعدا جنازه های اولادتان جنازه های برادرتان جنازه های پدرتان پشت خانه های تان میایه از اقاره و کاکا و ماما و بچه کاکایتان بناهن فقط خداوند حاضر حضور دیده دیگه بر همه افراد اشخاصه که در طول پنج سال حتی در طول 18 سال با سرنوشتان به نام مختلف به نام رهبر به نام لیدر به نام تیکدار قوم به نام تیکدار مذهب بازی کرده دیگه بله. فریب از را نخورید از چنگ بیشترین زمینه برتان مساعد است که شما هم در تبصیری تان کردین که در زندگی خود مردم افغانستان میتونن یک صفحه جدید به حساب ورق بزنن و در یک فضای همین در یک فضای سل و صبات و آرامش و همگی نقش داشته باشه بر آبادی باسازی و نوسازی افغانستان بله. آقای تورسن تا اکنون که حالا ما زمان کم همچنان به برگزاری انتخابات داریم روزهای کم مانده شما رقیب اصلی تا نکی را میدانی این آقای ترسن؟ من اصلا رقیب ندارم اگر آقای عبدالا و آقای غنی فرزمسال سال رئیس جمهور هستند من برای هر دو شرم میدانم به این مفهومه که 5 سال حکومت کردن ولی در خیمه لوی جرگه هر دوی از اینا در مقابل پنج پنج ست افغانی مردم هم اتلبن. ای حار از شرم از برشان مردم افغانستان خود باید فکر بکنن که پنج سال هنا حکومت کردن اگر خدمات عرضه کردن شرم نیست بر از که در یک خیمه لوی جرگه کجا پنج هزار یا شش هزار یا چهار هزار یا سه هزار نفر مه او هم در مقابل پول پس انا نه جایگاه خوده نه پیش جامعه بین المللی داره شما دیدن که 160 میلیون دلار از تدارکات ملی ایالات متحده آمریکا کمک های خود قطع کردید که این کمک ها به مصرف میرسه کمکی که بر مردم مظلوم بر فامیل شهید بر مردم بیچاره به با مصرف باید برسه. سهنا در کمپین های خود مصرف میکنن آیا رئیس جمهور ایره کس نمیشناسه مشناسه به مسابی خوناشام نمیشناسه آقای عبدالله را مشناسه به مسابه خوناشام پس چرا همه روز در تمام تلویزیون ها به حساب اعلانات دارن و تمام جای ها اکسایشان را گرفته میلون ها افغانی را به مسارف کامپاین و اکسای خود کرده چی نیاز است؟ تو را خب پنج سال هر دویتان حکومت کردین و بناهن همه عوام فریبانه است ما از مردم افغانستان تقاضا میکنم تا بیشتر از این دیگه فریب از انا را نخورین و مطمئن هم باشین که هنو در مندسی هزی هستن که صندوق را پر بکنن ما از طریق همی شبکه تلویزیون جهانی زن میگم که خانم ها دیگه بلحاظ خدا بر شوهرایتان بر تان، بر تان, تان بگوین که دیگه بالاتر از این با حفت و حزت و شرف شما بازی نکنن با حزت مردم افغانستان بازی نکنن به این مفهومه که رأی خدا در مقابل پول نفروشن حزت و شرف و وقار خدا در مقابل پول نفروشن و همچنان اجازه نتن بر کسایی که صندوقها را پر میکنن تخطی و تقلب میکنن و نیستن که هرزش شد داشته باشه اما کسایی که تخطی و تقلب میکنه ما بر از میگم که مطمئن باشین که این شوله ها دامن شما را هم گرفتنی است و شما بله. هم در خواد گرفتن بناهن ما از تمام زنها روزو دارم که باز هم بر اولادای خود برادر خود و پدر خود و امثال هم, هم توصیه بله. ممنونتان باز میگردیم با شما بینده های عزیز بعد از میان برنامه کوتاه بست را ادامه میده. بیننده های عزیز به ادامه بحث خوش آمدید نخستین برنامه دیدگاه شماست که تا روز انتخابات ما بیشتر میخوایم روی مسائل انتخاباتی و با سابدهی برنامه های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باشیم تا مردم تصمیم بگیرن از روی برنامه های آنان که چه کسی را به خاطر زعیم آینده کشورشان انتخاب میکنند تا یک تغییر در وضعیت بخش های مختلف جامعه ببینن مهمان من در استودیو آقای تورسن است که بحث بیشتر با این آدم میدیم آقای تورسن میخوام بفهمم که تاکنون هزینه پیکارهای انتخاباتی شما چقدر شده؟ تا چه اندازه شما مصرف کردین خب ببینین من نیاز به مصرف هم نداشتم و ندارمم و نمیخوایم مصرف بکنم چون من غلام کدام کشور هستم نه قاصب و فاسد نه مفسده، نه چپاول کردیم ام دارایی های و نه ترس دارم که مردم برم رای نتن مردم خود جوش به حساب هزمه حمایت کردن حمایت میکنن به این مفهومه که ما صدای مردم شدیم و صدای هزارها انسان مظلوم از این کشور صدایی که اصلا بیرون نشده بود ما این صدا را دست صدا وردیم و به اون نسبت از مردم هزمه حمایت میکنن خب تا حکنون هم یعنی تا فعلا خب ما تا فعلا یک دو میلیون و چند افغانی مصرف کردیم که همی پوسترها و کرایه و بله باید. چون وقت برنامه آقای تورسان اندک است من می در اخیر ای از شما بپرسام اه اه فکر کنیم که انتخابات ریاست جمهوری شد حالا برگزار شد و شما دو انتخابات موفق نشدین آیا حاضر هستین که در در بار حکومتی که تشکیل میشه بعد از انتخابات شما سهم بگیرین و حضور داشته باشه؟ ببین من یک چیز خدمت ارز بکنم هیچ گایه مردم افغانستان دیگه فری را نخواد خوردن که آقای غنی بر آقای غنی رای بتن و یا بر آقای عبدالله دیگه کسم که من نمی بینم در حالتش من رئیس جمهور آینده افغانستان هستم صد فیصد هستم چون خدا با ماست مردم افغانستان با ماست صداقت با ماست حمایت قشر جوان با ماست چون مردم ما مردم دیروز نیست حمایت زنها با ماست هست که چون هنا میخواین پیشترم اشاره کردم که از قتل و قتال اولاد خود برادر خود پدر خود دگه هنا بر ما رای خود استعمال میکنند جوان دیگه نمیخواید که در بدر و خاک در سر به کشورهای مختلف و یا خودش فارغ تحصیل ماستر و لیسانس ولی در چوکای استاده باشه تا به حساب یک نان پیدا بکنه و یا هر لحظه توسط حلقهات که در افغانستان حضور دارند در طول 18 سال جفا کردن به حساب زیر تازیانی از اونا باشند بله ما بازار ولی شخصا خود به هیچ وجه نه غنی را نه عبدالله و نه کسایی که در طول 18 سال یا 25 سال با سرنوشت کشور و مردم ما بازی کردن و به حساب دارایی های ما را به ما بردن و به تاراج بردن مردم ما را فریب دادن باعث قتل و قتال و فرار هزارها جوان ما شدن آیا مردم افغانستان بر قاتلین اولاد خود رای خود خواد دادن؟ اگر میتن بگذار بتن تا باقی مانده اولادش برادرش و اونا میلون ها ما داریم بی و زن ها هست میلون ها یتیم داریم ممنون تا نسبت من مطمئن هستم که مردم که میره با پای صندوق رای بر قاتل بله. اولاد خود بر قاتل شوهر برادر خود رای خود استعمال نخواد کردن بناهن انا هم در حکومت ما جای ندارن بله ممنونتان آقای تورسن یک تن از کاندیدای ریاست جمهوری بیننده های عزیز این بود بخش نخست برنامه دیدگاه شما بحث بخش بدی را همکار ما شگفه صدقی با یک تن از فعالان حقوق زن انجام خواهد دادن روی حضور نقش و چالش های فراراه زنان در انتخابات ریاست جمهوری منتظر بخش بدی باشه سلام و وقتتان بخیر بینده های عزیز به برنامه امروز ما برنامه دیدگاه شما از شبکه جهانی زن خوش آمدید قرار از پنج روز بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و ما مهمان در استودیو داریم با خود خانم محبوبه سراج عضو شبکه زنان و همچنان حقوق و همچنان مدافع حقوق زن سلام وقتتان بخیر خانم سراج تشکر زنده باشید خانم سراج قرار از پنج روز بعد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و از یک سو چالش های امنیتی و از طرف دیگر صندوق ها و مواد اساسی به بعضی از ولایات و ولسوالی ها نرسیده است بله. آیا فکر میکنین که در ششم میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود؟ آ... تشکر از اینکه ما را به تلویزیونتان خواستین و سلام به بر تمام ببینید هایتان ما امیدوار هستم که یعنی شب بخیر این انتخابات برای که انتخابات برای ما در هر دوریش به حد اندازه مهم است مگر به این دوره انتخابات در افغانستان بر ما مطلق یک مسئله حیاتی داره و یعنی اهمیتش از هر دفعه دیگه کده به هزارها مرتبه بالاتر است از خاطر امیدوار هستم که شاید می فهمم که یک مقدار چالش های بسیار کلان به دمرای کل ما است مگر با هم امرای که ما امرای کمیسیون انتخابات شکایات انتخاباتی ما, ما گب زدیم اونا گفتن که آماده هستن و تیار هستن و انشالله که امتر خواد بود با وجود ازی که یک ما یقین دارم یک مقدار تغییرات و یک مقدار چه برتان بگویم مشکلات و چالش ها برای ما می آیه در طول زمین روز ها و همچنان شاید بله. روز خود انتخاباتم که شاید از بسیاری یا بازی از مراکز انتخاباتی به تو بستام شون مگر این خود اگر خاصیت انتخابات است در یک مملکتی که اصلا دامن از امنیت وجود نداره این چیز را دیگر باید اتظار اما خانم سراج باشد. حملات اخیری که در ولایت همچون کابل ولایت بغلان پروان صورت گرفت این حملات چقدر میتوانه تاثیر بگذار بالای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یعنی عملات میتونن که به حد اندازه تاثیر بگذارن یا اجمله متاسفانه چون این هم اجمله از امو چی شده بر ما مو امو, امو ساختار دفاعی وجود انسان امی است که با خرابترین خبرها با خرابترین موقعیت ها وجود و دماغ ما خود آماده می که امور بقبولانه بر خود که از خاطر که از بین نره و ما متاسفانه با ما حالت هستیم و ارقدر که اوزا خرابتر شده میره ما همو قدر چیتر شده میریم چه میږن سختتر شده مېریم دیگه امیدوار هستم که این او طور تاثیر نکنه که مردم نرن برای انتخابات به خاطر ازی که اگر یقین دارم شما متوجه هستین با کمال تاسف که یک قسمت از زندگی ما شده دیگه یک قسمت از زندگی از زندگی هر روز ما شده ما هر کدام ما که امروز از مامان خانم ابراهیم ما, ما اصلا عقیده به این نداریم یعنی صد فیصد که ما پس به خانه خود شو حضور مردم و مخصوصاً حضور زنا را در انتخابات قرار از 5 بعد برگزار شود شما چگونه ارزیابی میکنید ما فکر نکنم بسیار یک حضور چی باشه مثل انتخابات های پیشتر کلان باشه اما در زمان امیدوار بایی هستم که باشه یعنی به خاطر ازی که در غیر ازو بازی انتخاب انتخابات انتخابات هم شمول بوده بودن میتونه و در صورت یک مختار مشکلات هم اندخت نظر بودجوی برای برای از خاطر پولی که دنیا میته برای ما با وجود میاره و هم معلوم دارم خود چی را انتخابات زیر سوال مندازه که آیا ای راستی ام 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 ای چی داشت چی میگن چی برتان بگم یعنی اگه مان. انتخابات قابل قبول بر همه است یا نیست دیگه از او خاطر امیدوار هستم که زیاد زیاد باشن مردم فکر با مرقمه که فرض کنیم با انتخابات پنج سال پیشتر بود با او اندازه باشن خانم, سرات سراج کمیسون مستقل انتخابات گفته است که برای استخدام زنان در مناطق که امن نیست یعنی اجازه کار برشان داده نشده امتیاز بیشتر برشان میتن بلا. از دیدگاه شما این موضوع چقدر میتونه سبب تشویق یا حضور زنان در انتخابات شود من رقمی که یادم کدم برای, برای کمیسیون انتخابات ما برشان گفتم که اگر اگر امیر چرا برای زمین خانم ها راستی یک پول یک ذره زیادتر شما ده دو سه روز کنار کار دارین برشان نمیتین یعنی یعنی ما نفهمیدم که این مسئله نیست که اینو کار میکنن بوده زی برای ماها و برای ها و مسئله استخدام و چیزام برای کار بسیار مشکل است میای بر یک دو سه روز امونا رو از خدا یک پول بتین که قلن ام به پیش خانم ام ارزش زمین داشته باشه که از اون خانه بخیزه بره و به دامن چی دمی مراکز رایگیری و اونجا کار بکنه دیگه امیدوار هستم که گپای مر شنیده باشن و با راستی همین کار بکنن اما خالص قسمی که باش ما معلوم است انتخابات انتخابات یک پروسه ملی هست چرا بس مادیات در جریان گذاشته میشه بیشتر خانم ها با تمام مانا باید شوه به با خاطر اینکه ای اه 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 یا جمله اینمی اینمی کار میکنن ای بسیار یک یک, یک 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 گپ مردان است مردها هم ما را از مثل این مساله ما دور نگاه میکنن نه اونو هم رقمی که اونا پیسه میگیرن اون هم رقمی برای اونها مهم است که در هر قسمت پیسا بگیرن اون هم رقم برای ما ها هم مهم است این که مسئله ملی ده جای شک نیست مگر اینم یاد ما باشه که یک مسئله بسیار هم اه... بگویم بسیار زامت میته برادم بر زن از من خانه برآمدن امروز رساندن خود دامن از و مرکز و اینمی کار است که میکنه دنیای دیگه برای یک کار به سو سم صفا میتن برای یک کسی من هیچ نایی که دامن افغانستان چرا نتن بخاطر از که بوجی که برای از اینا داده میشه برای بر انتخابات برای از این چیزا به حساب میشه از او خاطر اینو باید پیسې درست بده شما حمایت میکنین که با تمام مانا با تمام مانا ما حمایت میکنم و ما راستی به خاطر اینکه یک... یک فقط یک دروز است دیگه اینا رو باید که پیسې درست بتن که بیارزه امروز شما اتهام از ای ابزرورای را که خارجی که هستن که می دامن افغانستان شما میفهمین که اینا چرا که پیسې میگیرن روز؟ فقط برای اینکه ابزرور باشن دامن از مملکت سر انتخابات با خدا هر کدامشان روز 10000 دلار نتینه شور بخورن دیگه مردم ما چرا نکنن میکاره منافع کارو باید برای مردم ما درست برای حضور زنان و یا تشویق یا اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری شبکه زنان قسمی که از نامش پیدا هست بر خانوما کار میکنن و دادخواهی از خانوما دارن بلد. اینا چی پلان ها یا چی کارها روی دست دارن یا در گذشته روی دست گرفته بودن اینا شبکه زنان افغان بسیار شروع کرده بود کارهای م... خود چندین ما به طرف به خاطر که مسائل آگاهی دادن و مسائل امی ورکشاپ های تا تح... چی تعلیمات تح... مدنی مجالس امانگی با با روزنامه ها اینا تمامش از جمله کارهایی است که شبکه زنان افغان کدن با 34 ولایت افغانستان چقدر موثر تمام شده از این پلان ها یا ام... استیم که موثر تمام شده باشه ما هر... ما هر دوره انتخابات ما می کار میکنیم به خاطر از که یاد نره با وجود یک تعداد از خانم ها مثلا رای دادن از دوره های پیشتر مگر ما یک تعداد جانم می داشته باشیم که نو به سن قانونی نه. رسیدن و اینا از در درباره مسائل انتخاباتی بسیار زیاد نمیفهمند از او خاطر ما برشان معلومات ها رو میتیم ام ما دورستیم دیگه که نمی معلومات یعنی ما قسمت وظیفه خوده در دادن معلومات رساندن معلومات به وقت ما اینا را اجرا کردیم دیگه ما اسم که دیگه تمام ارگان های دیگه هم که می مسئله شامل هستن اونا هم اجرا کرده باشن برزی که حکومت هم در اینجای رول داره خود کمیسیون ها رول دارن اسکر و پلیس افغانستان رول داره این اتحام از اینا باید که ایره چی پیش خانم سر... ماندار و خود بلد. میدیا گفته شده است که زنان در ولایت های دور دست میخواند در انتخابات که اشتراک بکنند ثبت عکسشان اجباری نیست البته با توافق نامزدان چی فکر میکنین این موضوع چقدر میتونه زمینی فساد و یا تقلبه در انتخابات افزایش بده؟ مقصد اجباری نیست مقصد این ای هست که گفته شده که در خانمایی که در ولایت های دوردست هستن عکسایشان بله. باید ثبت نشه بله. این اجباری نیست یعنی بله. اگر نخواستن میشه که نباشه بله. و این توافق زمانی صورت میگیره که نامزدان جمهوری انتخابات ریاست جمهوری بپذیرند بله. اگر قرار شد چون چیز شوه و این موضوع چقدر میتونه زمینه تقلب در انتخابات پیشرو ایجاد بکنه ما یک چیز باید متوجه باشیم برای که ما تقلبات از وابن یک سیستم دور کنیم نه. ما دیگه نمیتونیم که نظر هر کدام کاندید ریاست جمهوری نه. را علایده علایده, علایده نظر به خواهشات از اونها پیش بریم ما باید یک سیستم را به وجود بیاریم که او همه شمول باشه و این سر تا سر افغانستان به عین ترتیب این باید چی شود یعنی تدبیق شود و قرار از او امی سیستم بیومتریک چی رو که نا ترتیب کردن رای دا دادن سیستم بیومتریک رای دهی این امی را در اصلا کوشش زیادن این است که امی چی استاد کردن امی تقلبات که وقتی که عکس از امی خانم او ماشین میگیره آدم نمیگیره وقتی که ماشین میگیره ای خودش ماشین که میگیره ای ثبت میکنه اما چهره را بود بعد از او اگه دفعه دیگه ای چهره مقابل از اون ماشین استاد شد باز ماشین دیگه رایش حساب نمیکنه اینه بهترین طرز نه تنو زنه زن و مرد که هر کدوم از اینا یک دفعه حق دارن که در از این ماشینا استاد شون و عکس و ماشینا امی چیز اینا رو میگیرن اینا وقتی که ماشین عکس از اینا رو میگیره این ماشین این عکس بیرون نمیکشه و چاپ نمیکنه و نیست این فقط یک ماشین است که اینی میکاره با با حافظه خود میسپاره و با حافظش دفعه دیگه شکل مقابل از این ماشین قرار بگیره با دو صورت خانم سر شما از سیستم بایومتریک یاد کردین که سیستم بایومتریک چقدر میتونه مانع تقلب شود چون ما شاهد بودیم در انتخابات پارلمانی زمان که کمیسیون مستقل تقلبات یا چالش هاک به وجود آمد کمیسیون مستقل انتخابات گفت که مردم بلدیت نداشتن به این ابزار آیا آل کمیسیون مستقل انتخابات بر مردم آگاهی دادن آیا مردم آگاهی پیدا کردن ما این سوال است که باید شما کمیسیون با کنین مگر چون که ما شما دیدید ما چون که شما از کمیسیون بس کردین از بای متریک که ما هم راشون گپ بله ما ما هم راشون در ارتباط هستیم ما هم راشون گپ زدیم وقتی که پرسان کردیم ازشان اونا بر ما گفتن که دای دا اس اینا امرای کسا کسایی ای که امی سیستم بایومتریک دامن افغانستان آل آوردن ماشیناشه اینا از یک یک دفتر هستن به جرمنی که اینا از امی سیستم رای دادن تقریبا هفتاد مملکت دنیا را اینا کنترل میکنن و پروگرام میکنن ماشینا را دیگه ان شاء الله امضا از مونا چی شده نفریاشون اومدن یک تعداد از مردم ما را اینا را یاد دادن که این ماشینا چطور کار بگیرن بازی مردم ها رفتن دامن ولایات دیگه بازی اینا اونجا چی کردن یاد دادن کسایی را که اونجا هستن دیگه امیدوار هستیم که تمام از چیزها بدون کدام چی برتون بگویم کدام بندش اه، اه، با کار پیش کنه پیش بره و امیدوار هستیم که ام دفعه یک اک، انتخابات شفافتر داشته باشه از سال 2001 تا به حال ما سی دوره انتخابات ریاست جمهوری داشتیم یک سیستم منظم که باید وجود می وجود نداشته دلیل از دیدگاه شما چی هست ما می که چون مملکت ماست ما میخوایم بهترین ها رو این مملکت دفید. ما ما می و ما هر چیزش به بزرگترین فرصت شود ما ایره با خدا از خاطر چی نمیگم ایره نمیخوایم بل. بگویم که بر ما باعث مردم یک چی پیدا کنم یک ازور پیدا کنم که اگر هایی که کردیم و یا هایی که دنیا کرده مقابل ما اوناره رو نمیخوایم چی کنم. مگر یادتان نره یه بسیار یک دموکراسی جوان است بل. و با یه دموکراسی جوان بعد از خود در سالهای جنگ یعنی بالا کردن که راستی یعنی مردم تا بالام امیر قمم که اگر اینا انتخابات کردن راستی آفرینشان فکر نکنین که به جای دیگه دنیا این رقم تقلبات و چیزا نمیشه هیتون میشه که خود آدم ایران میمانه امروز آمین امریکایی تقلبات میشه دیگه از اون خاطر خیر است که اگر از, دار از دار سخت نمی باشیم انشالله که امیدوار هستیم که امتر زمان که پیش بره ما پیش بریم از این خاطر است که این انتخابات بسیار مهم است برای اینکه ما این سلسله رو نمیخوایم بشکنه نه اگر نمی سلسله سلسله دموکراسی است این خو باید خود تکمیل کرده بره اینا اگر ما این سلسله رو بشکنانیم به خاطر هر دلیلی که باشه باز خدا سه بازمو دموکراسی از پیش ما مشکل داره که دموکراسی خو سکلیدنش پس پسی را پس گرفتن سپاس. مشکل کرده. خانم در آخر اگر شما پیام یا گفتنی داشته باشین کمره هست در میتونید میتونین خاطر حضور زنا در انتخابات که قرار است ششم میزان برگزار شود داشته باشین این بر تمام خواهرای عزیز افغان است از شما خواهش میکنم از هر کدامتان از تک تکتان از جوانایتان از سن کلانایتان از سن متوسطایتان کلتان لطفا ده این انتخابات حسابی گیرین برین و رای تان بدن. برای هر کسی که رای می اوش اش مهم نیست. مگر مهمترین عبارت از میس که شما باید دامن از انتخابات شامل باشین و امی سیستم نو جوانی بسیار نامکمل دموکراسی را که ما شروع کردیم تقریبا نزدیک 20 سال میشه دامن از این مملکت امیر یک وقت از بتیم که ای کلان شوا و ای راستی به یک حد برسه که باز ما را بتانیم تمام امو چی برتان بگویم اگر اصلاحات کار داشته باشه یا اگر چیزهای دیگر سر زیاد کنیم ما می از او خاطر این مسئله بسیار مهم است و هستم پروردگار و عالم همه شما را در پناه خود داشته باشه تمام ملت افغانستان مردها و زنها را مگر مگر این وظیفه راستی یک دین است در سر ما ای این دین بیاین که ادا کنیم و بریم و یک رای بتیم برای برای ریاست جمهوری افغانستان تشکر خوارا خدا حفظتان کنه سپاس خانم سراج از که شما وقت دادین بر ما بینده های عزیز این بود برنامه امروز ما برنامه دیدگاه شما هر روز شما میتونین از ساعت دو تا ساعت سه برنامه ما را به طور زنده از شبکه تلویزیون زن تماشا بکنین تا فردا خدا نگهدار دارد.